در تهران دختران دانشجو با نصب تراکتورها و شعارنویسی برای 18 تیر به خصوص در مناطق یوسف آباد با تشویق مردم مواجه شدند. در اصفهان شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه بر اماکن عمومی نوشته شد. و در گرگان قیام‌آفرینان خطاب به خامنه‌ای نوشتند دیکتاتور پایان کارت نزدیک است. شماری از مردم منطقه تهران پارس در شامگاه 17 تیر در گرامیداشت قیام 18 تیر بر فراز پشت بام‌ها رفتند و شعار الله اکبر سر دادند. رژیم آخوندی در وحشت از اعتراضات دانشجویان و مردم در 12 سالگرد قیام 18 تیر اقدام به برقراری یک شبه حکومت نظامی در مناطق مرکزی تهران و شهرهای بزرگ کرد. در تهران مزدوران نیروی انتظامی با حمله به پارک‌ها تلاش می‌کردند تا جوانان را دستگیر کنند و جو رعب و وحشت ایجاد کنند. و در شیراز مزدوران امنیتی رژیم از ترس تجمع دانشجویان مسیر فلکی ارم به سمت خوابگاه دانشجویان را محاصره کرده بودند. مردم جوانرود در اعتراض به قتل یکی از شهروندان این شهر توسط مزدوران رژیم دست به اعتصاب زدند و مغازه‌های خود را بستند. قاتلان مغازه عبدالله بیتی را غارت کردند و او را کشتند. مردم معترض خواستار تعیین تکلیف این موضوع شدند. کارگران شرکت چاپ و صنعت وابسته به وزارت ارشاد رژیم 12 روز اعتصابشان را پشت سر گذاشتند. کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای عقب افتادیشان در محوطه شرکت تحصن کردند و از رفتن به سر کار خودداری کردند. پیمان روشنزمیر وبلاگ نویس به جرم آخوندساختی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 1 سال و 5 ماه زندان توسط بیدادگاه اهواز محکوم شد. روز 18 تیر ماه شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت بستگان خود شدند.